அதை நீங்கள் பார்த்து புதுசாக இருக்கும். வேணு இஷ்யூ பாயிண்ட் இருந்தது பல பேரே சில ஒரு டச் ஃபீமேலாக خب اگر ما یه وقتی کوتاهی بود گفتیم به اندازه که یه زنگ تفریح بشه برای شما، اگر ما دو تا جمله داشته باشیم مثل جمله سید و هفت بار، این دو تا جمله رو در قالب جمع یا تفریح به کار ببریم به اینا میگن عبارات جمعی. پس بعد جمله ما چی داریم؟ عبارت جمعی. موضوع بعدی بوده. خب موضوع جمع چیز عبارت جمعی اینه، جمع و یا تفریق دو یا چند جمله با هم. جمع یا تفریق دو یا چند جمله با هم رو بهش میگن چی؟ عبارت جمعی. این تعریف ها رو حتما یادداشت بکنید، این تعریف ها رو حتما یادداشت بکنید. جمع و تفریق دو یا چند جمله با هم روش میگن عبارت جمعی. مثلا من الان جمله سهیس با جمله حرفا رو با هم جمع کردم، میشه یه عبارت جمعی. اگر چنانچه مثلا من سهیس رو منال نو دی بکنم، الان من تفریق بشه جمع یه تفریق، به این میگیم یه عبارت جبری، نه میگیم یه عبارت جبری. حالا اگه من داشتم سه آ بلاوی هفت بی منای نو ایکس، این هم یه عبارت جبریه. بله گفتیم چی؟ جمع یا تفریق دو، دو یا چند جمله با هم. بله یه دو جمله با هم بود، اینجا سه جمله، یه جایی ممکنه بشه پنج شد، یه جایی ممکنه بشه ده تا جمله، حتی اصلا نداره. عبارت سه ام منای پنج ام برای هفت ام منای ده ام برای سی ایکس بار، این هم یه عبارت جبری. پس عبارت جبری تشکیل میشه از جمع و یا تفریق دو یا چند جمله بار. عبارتا انشاءالله که شناختی. خب و اما مطلب مهمی که من الان اینو یادداشت کردیم، انشاءالله که اینو یادداشت کرده باشیم، پس جمع یا تفریق دو یا چند جمله با هم رو عبارت جبری میگن. این مطالبی که من الان یادداشت کردم تو کتابتون، بالای کتابتون یه جای یادداشت بکنید. این کار رو شما زحمت کشید انجام دادید، حالا میخواییم بریم سراغ اصل موضوع یه باشه باشه. ببینید در جمع اگر ما دو تا جمله داشته باشیم مثل جمله سه آ و جمله مثل منفی هفت آ، اینا دو تا جمله هستن. اگر دو تا جمله داشته باشیم متغیر این و متغیر آن این هم باشه، به اینا میگن جملات متشابه، جملات متشابه. جملات متشابه به جملاتی گفته میشود که متغیرهای اونها این هم دیگه باشد. تعریفشو یادداشت بکنید.
جمرات متشابه جمرات هستند که متغیرهای آنها اینن مثل هم باشند. این تعریف رو حتما یادداشت بکنید. جملات متشابه جملاتی هستند که متغیرهای آنها اینن مثل هم باشه. الان متغیر یکی است آ، متغیر یکی هم است آ. چون متغیرهای یکیه به این دو جمله میگن متشابه. اما اگه من داشتم مثلا سه آ و سه بی، اینا دو تا جمله هستن اما متغیرها مثل هم نیستن. این جمله ها متشابه نمیشدن علاوه هم که ضریب عربشون مثل هم هست. پس این هم این جملات نامتشابه. نامتشابه یعنی شبیه هم نیستن. بله، جمله سه x و جمله 5x by متغیر این x، متغیر اون x y. آیا متغیر این دو اینه یکیه؟ بگیم نه، قیدن متشابه هم نیستن. جملات منفی 3n و 2/5 n به دلیلی که متغیر این امه، متغیر اونم امه، این جملات میشن جملات متشابه. پس جملات متشابه جملاتی هستند که متغیرهای اونها دقیقا مثل هم باشند. حالا اگه متغیر این آیا اونم آ باشه، اگه بی اونم بی باشه، اگه ایکس اونم ایکس باشه. خب حالا یکی دیگه به لحظ چی میخواه این حرفایی رو؟ خب یه وقت یه عبارت جمعی به ما میدن، ما باید برخورد کنیم. مثلا اینطوری به ما میگن سه، مثلا بذار من با مثال چیز شروع بکنم. مثلا برای نمونه میان یه ماستیل به ما میگن، خب این ماستیله به ما دادند، بعد میگن که اندازه طول ماستیل ایکس، عرض ماستیل بال است، دوباره این طول x این وای دیگه با هم برابره. حالا میگیم محیط این ماستیل رو نمیست، میگیم محیطش با عرض پی نشون میدیم. حالا یکی میگه چرا پی؟ پی ابتدای یک کلمه لاتینه، انگلیسی نیست، انگلیس در لاتین. بله، پی ابتدای کلمه پریمیتر یعنی محیط. یک کلمه داریم به نام پریمیتر. پریمیتر یک کلمه لاتینه به معنای محیط. حالا در انگلیسی به محیط میگن اراون. اراون به اصطلاح رفتن کلاس زبان بهتر میدونن. خب یک کلمه داریم به نام اراون یعنی اطراف، دو با دو اراون. اما ما این رو از حرف اراون، از حرف ای استفاده نمی کنیم. چرا؟ از اون بعد جانان به کار میبرنش بری کمتر، چون در مثلا زبان تخصصی که برای ریاضی به کار رفته از حروف مثلا لاتین به انگلیسی استفاده میکنه، هم لاتین هم انگلیسیه. خب در واقع محیط گفتن که پریمیتر با پی به کار برن. حالا خاطر این خیلی هم جد مایه نیست اسمش، بری را شما بدنش. پس پی ابتدای کلمه پریمیتر به معنای محیط یک کلمه لاتین است که میگیم برابر است با جمع دو تا رو در میان شروع کنم، x به علاوه یکی y، به علاوه یکی دوباره x، به علاوه یکی y. خب حالا این x یعنی یه x دیگه، من اشاره نکردم. اگر به ما میگن x، این در واقع بوده یک ضرب بر x،
چون یک اثری نداشته یک گذاشتن. یا اگر ما بگیم یک x، اینو میتونیم در اصل این چی؟ x فعالی. و الان اینجا من دارم چی؟ x. این x یعنی x. خب دوباره اینجا من دارم x، اینا یعنی x. خب حالا این جمله با این جمله چند متشابه؟ چون قسمت حرفی هر دوش x. خب حالا یه x اینجاست، یه x هم اینجاست، اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم میشوند دو تا x. و بعد وای ها در اینجا وای یعنی یک وای، یه وای اینجاست، یه وای هم اینجاست. حالا اگر این رو با این ما جمع بکنیم یه وای، یه وای میشود دو وای، چه برای این میشه خلاصه این قسمت. بله از چرا همونی استفاده کنم ارتشابه؟ چون که این جمله با این جمله متشابه بودن ضرار و عدیشون رو به هم دیگه جمع میکنیم، میگیم یک با یک دو. دوباره اینجا بای و بابای ما شاره هم چون متقلیه هر روش بایه، این یک با یک جمع میکنیم دو. و به این ترتیب به جایی به بایی مواسی میگیم دوباره طول به اقامی دوباره هست، بله دو طول هست به هم دیگه جمع میکنیم چون بایی مواسی. حالا اگر در جمع اومدم به ما همچین وارد میدادن، مثلا به ما گفتن که 5 x منهای 7 y به علاوه 3 x به علاوه مثلا 4 y. یه عبارت این چیزی به ما دادن. الان این 4 جمله است، 1 2 3 4. به ما میگن این عبارت جمعی ساده رو. خب ما برای این عبارت را ساده کنیم شرطش داشتن جملات متشابه هست. یعنی اگر جملات متشابه داشتیم میتونیم این عبارت را کوتاه‌تر بکنیم. بله من اینجا نگاه میکنم، این متغیرش x، اینکه x نداره، این هم متغیرش x، اون که x نداره. پس این دو تا x دارن با هم انتخاب میشن. من اینجا به هم بحث میکنم که بگم این دو با هم هستن. پس این 5x به 3x هر دوشون متغیرشون یکیه، میشه جملات متشابه. و اگر متشابه شدند شما میتوانید ضریبه های عددیشون رو با هم حساب کنید. خب ضریبه عددی این از 5 یا 3، 5 مثبت 3 هم مثبته، چون متغیر علامه هستن میشه 8 با 5 تا مثبته 8 x بشه 5 به علامه 3 میشه 8 x. و اما حالا بریم سراغ وای ها. خب این وای من ضریبش منفی 7، این مثبت 4، چون متغیر هر دوش وای، این دو تا هم دیگه. و حالا میگیم که 7 منفی با 4 مثبت. الان اگه عدد دو بگیر از اتفاق بودیم این اعداد صحیحی که تو فصل دو میگفتیم، علامت منفی رو انتخاب میکنیم و میگیم 4 و 7 مختلف بود علامه هستن، از هم کم میشدن میشه 3 بار. بعد اینکه 4 جمله بود ما تبدیلش کردیم به چند بار؟ به دو تا. این کارا بهش میگن ساده کردن عبارت جبری. بله ساده کردن یک عبارت جبری معنیش اینه که شما تعداد جملات را از اون تعداد که هست کم کرد. پس وقتی در جمع به شما میگیم اینو ساده بکن، یعنی تعداد جملات اگه 4 تا بکنی 3 تا خوبه، بکنی 2 تا بهتر، بکنی 1 اینو بهتر. هر چقدر تعداد جملات کمتر بشه بهتر، البته به شرطی که بشه. شما الان نگاه کنید یه عبارت من ساده کردم تا اینجا، چون متغیر این x متغیر این y، اینا دیگه متشابه هم نیستن، دیگه عادی ساده‌تر نمیشه. به این دیگه جواب آخر هستش. بعد اینم میگن ساده کردن عبارت‌های جبری. خب و اما در کنار این جریان به یک دیگه مثال دیگه من بخورم تا بیشتر شما متوجه بشید. خب یه چیزی که دوباره من بعد بسیار دارم بکنم اینه که
اگر جامعه متغیر نباشت مثلا به ما میگن x اشاره کردید این برابر ما چیه؟ یک x. حالا اگر متغیری یک باش این برابر ما موقعی کسی شما براش نزد در قصد نمیده. حالا اگر متغیر یک جامعه شد صفر صفر x میگیم برابر ما صفر است. چرا؟ چون مگردی x یک عدده و بین x و در واقع عدد روحی به واقع زرده شما اگه صفر زرده در یک عدد کنید برابر صفر میشه و دیگه توی زیر میشه صفر زرده در هر عدد کنید برابر صفر است. خب این برای من مثاله یه بزنم براتون. این بار مثلا میان به ما میگن که 5 آ منایه 7 بی بلاویه 2 آ منفیه 3 بی بلاویه دن بی. چند جمله است؟ میشوریم 1 2 3 4 5. پنج جمله من الان دارم اینجا، درسته؟ این پنج جمله جملات متشابه شو بریم مشخص بکنیم. خب جمله متشابه این مثل حرفش آه این هم آه این ها که آه ندارن هیچ بیم برای این فقط هم این قسمت متغیرش بیه این هم بیه این هم بیه پس این ستا هم برمی شن این دوتا برمی شن نسته برمی اشکال نداره؟ ممکنه یه جای اصلا یکی همراه نداشته باشه چه اشکال نداره؟ خب حالا بریم خلاصه کنیم. برای خلاصه کردن میگیم آقا آدم بیا آدم آمون اینجا پنجه اینجا دوه دو مثبت منو که ارادت داره مثبت پس میشه چی؟ میشه هفت آ اگر مثبت هم برنجه هم میشه دیگه. حالا بریم سراغ بی ها هفت منفی اینجاست سه منفی اینجا اینا مطهره به رامن میشه منفیه در بی قبوله؟ یه منفی میداره چون مطهره با هم جمع میشه دیگه میشه منفیه در بله قبلا داشت که ما اونده منفیه سه با منفیه هر جواب بده علامت منفی میذاریم میبینید چون علامتشون یکیه هر دو با هم جمع میشه منفیه در الان هم اینطور دیگه منفیه هر با منفیه سه مطهره میشه منفیه در حالا منفیه در با اون مثل در میبینیم منفی در با مثبت در قرینه میشه صفر بی صفر که رو بی برای چیه؟ صفر حالا که اینکه به ایرانی صفر بذاری یا نداره ایش فرق اصلا نداره اصلا هم میگید که این با این قرینه هست میرن که داره به بی ترتیب چه باری میمونه؟ به بی ترتیب یک ارام پنج جمله رو من تبدیلش کردم به یک جمله این رو کارها که شما پنج تا جمله را میکنید دو تا یا یک یا چهار تا یا سه تا هر بار کنترلش بکنید با اون میگیم ساده کردن عبارت جمعی که خیلی هم مطلب مهمی هست. پس ساده کردن عبارت جمعی شما حتما باید بدانید. خب یکی دیگه من میسن اگر ما بکنم چهار ایکس منای هشت وای برای مثلا دو ایکس این یک من بدن خب این بار من بگاه کنم خب این قسمت هم حرفی ایکس داره این که نداره این هم ایکس داره این هم خیلی میشن این طور به هم بحث کنم میگم باره حالا منفی هشت های کسی همراهش نمی کنه چون جمعه که قسمت حرفی باری باشه این دیده نمیشه پس ما کاری بکنشه داریم بعد میگیم این دو با هم دیگه رو پس رو کنیم چهار واسطه دو هم واسطه دیم شما واسطه شیش ایس خواهی من دو هشت بایم به این عمل میگیم ساده کردن عبارت جمعی. پس وقتی به ما میگم یه عبارت جمعی رو ساده کن یعنی تعداد جملات اون عبارت و هر کدوم تعداد که هست کمترش بکن اگه میشه. حالا دلت مثلا برای ما میگن اینطوری میگن که مثلا منفی هشت آ برابر هفت بی منفی شیش ایکس
این وقت به هیچ عنوان به من یا به شما نمیگن که سالت ما چون نمیشه. چرا نمیشه؟ چون ما تغییر این آره. آره ما جایی دیگه آره داریم که باشه انتخاب کنیم؟ نمیدونیم. این متغیرش بیه. آیا ما جایی بی غیرتی که بی داریم؟ این متغیرش ایکسه. آیا جایی ایکس باشه داریم؟ پس این که سه جنبه هست متشابه خودشون نداره. ببین پردیم این بی روارد از این سال تر نخواهد شد. نمیدونیم. تعداد جملات از این سال بود دوتا یا بودیمش یکی. امکانش نیست. اینجا من دیگه دو سه چهار داشتن ستا داشتن کردم دو تا دیدی قبل پنج جمله بود شد یکی به اینجا استفاده نمیتونیم بگیم دو تا نمیتونیم بگیم یکی میگیم این عبارت از استفاده تر نمیشه چون جملاتش متشابه نیستند. خب این موضوع درس امروزمون است. حالا یه فرصت کوتاه من اینجا به شما میدم اگر کسی سوال تا اینجا داره بگه تا بعد اگه فرصت شد من ادامه بدم. خب جناب پوریا صالحی پوریا خب ما صدای پوریا رو نداریم دستانه دستون شما این آیکون دست بالا ببرید یعنی سوال دارید اگه سوالی دارید آیکون رو پاک بکنید که برای وقت تلف نشه. اونه که سوال ندارن این آیکونه رو پاک کنن. خب جناب هاشمی هاشمی ها سلام سلام آما سوال نداریم. خب شما آیکون آقا دید فعال نکنید اگه سوال ندارید این فعال چرا فعال نکنید الان دست رو متوجه شدی؟ آره آقا. خب حالا من یه سوال دارم جملات متشابه رو برام تعریف کن. متشابه؟ بله. آقا دفتر گمش کردم. بله ما سوال میگیم از ما الان نمره برات میذارم آقا جملات چیه؟ وارد میشه بگی؟ جملات متشابه به چه جملاتی میگیم؟ جملات متشابه؟ بله جملات متشابه به جملاتی که؟ متغیر آنها؟ همه یادش نکردی؟ کلمات متشابه که مثلا باشن که متغیر آنها چی باشه؟ که متغیر آنها مثل هم باشه. نگفت یا نگاه که یاد باشه امروز من بلا برای منفی نگذارم در فقط نمره برای بذارم و بعد درستی گفتیم بعد گوش بیدی یاد بگیری نرا من سوال کردم گفتن یاد گرفتی گفتی آره یاد گرفتم. خب یه سوال دیگه اگه واسه یه عبارت جعبی رو خلاصتر کنیم شرطش چیه؟ چه آسان نمیم؟ اگه یه عبارت جعبی رو خلاصتر بکنیم سادش بکنیم شرط اون چی که بتونیم این کار بکنیم؟ آفرین بعد جملات متشابهش شناسایی بکنیم بعد آفرین بعد این خوب سوال پاس دادیم. خب بسیار خوب سوال نداره دیگه؟ نه خدا بشم. خب جناب حاجتی ارشیا ارشیا نه الان تو فعال ارشیا بین آقا جان شما بعدم تکرار بدن اونه که به سراغ سوال ندارن اون آیکونه رو خاموش بکنن که دیگه ما نخواهیم دوباره صداشو بزنیم.
بله فارسی، امیر رضا. امیر رضا. الو استاد، صدا میاد؟ بله استاد دارم. استاد یه سوال، اگه مثلا به ما بده سه ایکس با سه بی، اینا جملات نامشابه هستن؟ بله، رو گفتیم جملات متشابه جملاتی هستن که متغیرهای اونها مثل هم باشه. توجه فرمیدید؟ شما نگاه کن، وقتی مثلا من قبل تحقیق داد بیرسن که باز برای بقیه هم مشخص باشه. نگاه کن، وقتی مثلا هم این منفی دو ایکس و مثلا سه پنجم ایکس، درست شد؟ اگر ما میخواییم تشخیص متشابه بودن بدیم، باید تمرکزمون روی متغیر باشه. متغیر این همه دوتا قسمت حرفی. اگر متغیر این به متغیر اون یکی باشه، میگیم این جملات متشابه هم. اصلا دیگه کاری به این اعراب نداریم. کاری به این که زدیم این منفی دو اون سه پنجم، اصلا کاری به کاری نداریم. اگر متغیر این ایکس به متغیر اون ایکس، این هم یک متشابه. تمام. بریم. مثلا وقتی ما گفتن سه آ و اینجا بگن سه بی، دوباره ما میتونیم ببینیم متشابه یا نه. به متغیرهاشو نگاه میکنیم، متغیر این آه، بیه، متغیر این آه. آیا متغیر این به این یکیه؟ اگه متغیر این به این یکیه، اینا میشن متشابه. ببینیم متغیرها یکی نیستن، فقط این جملات متشابه نمیشن. علاوه اینکه ضریب اولیشون یکی است، پس ضریب کاری نیست. چه یکی باشه چه نباشه هیچ تأثیری نداره. پس اونی که متغیرش با متغیر اون یکی باشه میشه متشابه، ولی اگه ضریب‌های عددش یکی باشه ولی متغیر با متفاوت، متشابه نمیشن. متوجه شدی؟ بله. قضیه هیچی نه استاد، سوری. خب جناب فارسی، شما جمله رو تعریف کنید. استاد جمله به جمله به استاد میشه در جبر، یعنی ضرب یک عدد در یک یا چند حروف. آفرین، باید کرده. ضرب یک عدد در یک یا چند حرف رو بهش میگن جمله. پس جمله شد ضرب یک عدد در یک یا چند حرف. مثلا اگر من عدد مثلا حرف رو ضرب یه حرف کنم، ضرب بدم زن حرف تی بکنم، خب بکنی ضرب میتونیم نذاریم و چون اینجا حرف بر تی ضرب شده به این میگیم یک جمله. خب حالا چرا جناب فارسی چرا میگیم الان ضرب نذاریم؟ چون که استاد گفتیم یعنی نشون دهنده هفت برابر تیه. نه، من میگم چرا بین عدد و حرف تاکید ما اینه که علامه ضرب نذاریم. چون که مثلا استاد، خب چجوری باید توضیح بدم اینو؟ چون که ببینید جان، به خاطر اینکه شما اگه علامه ضرب الان اینجا بذارید ممکنه تصور بشه که این حرف نیسته، درسته؟ بله. شما داره وقتی که بین یک عدد بین یک عدد یک حرف علامه ضرب میذارید، ضرب میبینید؟ ضرب نظر ما ضرب ها بله، اینکه بیا آقای مشاهی ایکسیده. پس چون ممکنه با ایکس اینجا اشتباه بشه، توضیح اینه که وقتی که زر الان زرده زرده اصلا نداره بشه، فقط به خاطر این هست. خوبه، حالا میتونید جناب فارسی شما اصلا بگید به چه منظور جبر به کار میبریم؟ که اصلا دیگه کم راحت تر برامون باشه و مثلا بخوایم سه و بضافه سه و بضافه سه کنیم، بگیم همون عددا رو با یک حروف به جاش جاش بذاریم. یعنی در کل واقع حروف که با کار بریم میشه کلی، یعنی در برگیرانی همه عدد است، تنها سه دیگه نیست که. شما الان وقتی سه را مثال میزنید فقط داری سه میگید، بینید وقتی مثلا میگید حرف ایکس شامل همه اعداد میشه. یعنی در واقع جهر یه شکل کلیگویی ها، شکل کلیه دیگه، فرد خاصی نیست که بزن ما اینجا یه عدد خاص مثال بگیم. مثلا برای مثال میگی فرانی چنین چیزی گفته، شنیدی تا میگن؟ آره، در گفته ما میگی فرانی چنین چیزی گفته. فرانی کیه؟ یه نفر دیگه. آره، ممکنه اون علی باشه، ممکنه حسین باشه، ممکنه محمد، همه اینا گفته باشن. بنابراین دیگه در هر گیرندی همه میشه. به وقتی ما میگیم مثلا ایکس در جمع، ایکس یه عدده، اما چه عددیه؟ میگیم هر عددی میتونه باشه.
سه میتونه باشه، منفی سه میتونه باشه، چهار میتونه باشه، یک پنجم میتونه باشه، دو نیم میتونه باشه، هر عددی که شما بخواید میتونه باشه. خب دیگه سوالی نداری؟ در فارسی اگه سوالی داری ما در خدمت هستیم. خب دیگه بقیه دوستان، جناب کشفی، شما سوالی دارید کشفی؟ خب کشفی بسی که ظاهرن ادوات با ما ندارن. خب جناب هاشمی شی، چه این جمله باید برای ما توضیح بدین؟ چی رو؟ جمله؟ جمله جمله آدم از ضرب یک عدد در یک یا چند حرف حروف انگلیسی. نگاه کن، آه یک عدد یا چی؟ من مثلا به فارسی می‌نویسم تا هم بعد باید توضیح بدم. نگاه کن، جمله اینجوری میشه، ضرب یک عدد، ضرب یک عدد در یک یا چند حرف، ضرب یک عدد در یک یا چند حرف را جمله میگویند. حالا تو من یه مثال را برات بزنم. مثلا به ما میگن پنج ضرب N که گفتیم میتونیم الان ضرب هم نداریم. خوبه؟ چون من الان یه عددی رو در یه حرف ضرب کرده، به کلی میگیم یه جمله. دقیقا چون باید؟ اگر ضربشه بری چی میمیم؟ جان؟ اگر ضربشه بذاری چی میشه؟ اشکال نداره، فقط مشکلی که شما اگه این رو ضرب بزنید ممکنه تصورش این حرف ایکسه. اگه تو اینو حرف ایکس حسابش نمی‌کنی اشکالی نداره، بذار چه داره. ببین ممکنه ما الان بگیم 5 ایکس ان، درست؟ اول داره بکن میدید، درست؟ بله آقا. چون ایکس هایی کنی میدیسن بلی در اگه من یه علاوه دارم بزنم و این رو بذارم آیا خواهد هم اینکه خانه میشه 5 ایکس ان؟ نه خب میتونه وقت خود این باید کشنگتر نوشته میشه، هم عدده نوشته زیباتره، هم عدده خوندهش آراحتره. پسش گفتیم حالا اگه تو یه وقت روی شرط تر بیداری میدید پنج یه نقطه بذاری برد نمیذاری، این نقطه معنی زرد داره. خب فقط مشکل زردی که ممکنه تو اینو هر که چی ثابت کنی؟ ایکس. بگرده اگه این ایکس ثابت اصلا با اشکال داره. پس بنابراین جمله شد چی حالا؟ زرد یه عدد در یه عدد. حالا اگه به جایی عدد در یه حرف تو بیایی عدد مثلا سه رو ضرب حروف آبی بکنی، حالا یه حرف این شد دوتر، درست شد چند حرف، درست شد دیگه میگی در یک یا چند حرف میتونه به حرف هم باشه، اشکالی؟ نه نه حالا کل بگی میگی چی؟ یه جمله. بله درست شد؟ چون عددی در ما دوتا حرف ضربش کردیم، درست شد؟ این میشه یه جمله. بله اینجا عدد در چه هست؟ در بازم جمله هست که بگیم در قسمت حروفی میگیم چی؟ متغیر. حالا قسمت حروفی این دو در حرف آهو میشن متغیر. تقدر چی شد؟ بله جمله رو فهمیدی؟ بله. آه این تشبیه هم میشه بگی تشبیه مراتبان به چنه؟ چی؟ همیشه مشابهان به چی؟ میشه بگی؟ متشابه. آه آقا آه بعضی دفعه متشابه هم میگن بکن جملاتی به فارسی میگن جملاتی که متغیرهای آنها دقیقا یا عیناً مثل
تن باشند جملات متشابه میگویند. جملاتی که متغیرهای آنها دقیقا مثل هم باشند جملات متشابه میگویند. وقتی من مثلا برای بزنم، مثلا به ما میگن که نو ایکس، یه جایی هم به ما میگن منفیه پنج ایکس. میبینی؟ حالا متغیر تغییر شده نما با متغیری چیه؟ اسمش چیه متغیرش؟ ایکس دیگه. بذار من یه حرف دیگه بکنم، من میتونی بخونیش. من یه دیگرم نو خوبه؟ یعنی به نما الان متغیری چیه؟ ای الان متغیری چیه؟ اگر متغیر این تا مثل هم بود میگیم جمله متشابه هستن. بله، یعنی شبیه به هم اندیم، شبیه به هم اندیم. آفرین، متشابه یعنی شبیه به هم. اگر شبیه میتونیم معنی مساوی نداره. مثلا ما میگیم که علی شبیه برادرش. آیا برادرش یکی هم؟ نه، نه. شباهت هم شباهت نه معنی مساوی بودن. وقتی ما میگیم مثلا سه بی با منفی هفت بی متشابه هم نداره من بگیدم مساوی هم هم معنی مساوی نداره، یعنی شبیه به هم. که شبیه همه موقعی که متغیر ای با متغیر رو این هم. حالا اگر مثلا من داشتم چهار مثلا ام و سه مثلا کام، الان متغیر ای ام متغیر رو کار واقعی هست، درسته؟ چون متغیر یه نیست، اینا یه متشابه نیستن. شناخت متشابه را؟ بله. حالا یه متشابه تعریف کن. آقا جملاتی که متغیرهای آنها دقیقا مثل هم باشند جملات متشابه میگویند. آفرین، کاملا درسته. حالا جملات متشابه رو به چی گفتیم؟ برای موقعی که میخوایم یه عبارت رو ساده کنیم. گفتیم مثلا به ما میگن که نو ای بعلاوه هفت ای. الان چند تا جمله دیدیم، درسته؟ با هم چی شدن؟ جمع شدن. میخوایم جمع شدن نگاه میکنیم متغیر این ای متغیر اون هم ایه. پس این جمله این جمله میشه متشابه. حالا تو متشابه هستن هفت داریم عدد این و سرید عدد رو با هم جمع کنیم، میگیم نو در اینجا یه هفت تا اونجا هست میشه شونزه تا ای. شونزه ایش کنه شد یکی دیگه، درست شد؟ چند دیگه بود؟ مندت تا بود؟ که میشه یکی؟ بله. ولی اگر در آقا بودن سه بی بلاقیه هفت مثلا سی، میگیم متغیر این بیه متغیر اون سیه، دسته هم؟ نیستن. حق ثابت کردنی ندارم دیگه، نمیتونیم سه بلاقیه هم حق ندارم این کار بکنیم. ما موقعی دیدی عدد رو یه بزن بیدیم که قصد هر ای بی یکی بود، چون اینا یکی نیستن بیبی ثابت هر دیگه نمیشه. پس هدف از جوابات متشابه برای اینه که تشخیص بدیم یکی به یکی نباید این ستا و هر رو بردار بیدیم دیگه دیگه نو رو بردش خونده چون همه اینه دیدی بسی چی میمونه؟ بسی مونه کاجان مثلا ما میگیم نو هفت به بروتن پسر همسایه مون داره این که بروتن رو پرواز اون تو آسمون میرن با هم دو بزنن. با چند تو بروتن تو آسمونه؟ آه شونزد. حالا آیا من میگم که من سه که بروتن دارم پسر همسایه مون هفت بروتش داره، حالا این رو با هم تو آسمون پرواز دارم میده بیگ در به بروتن؟ نه. میده بیگ در به بروتش که؟ نه. بده این درد که اون کنه در گرنشی چندش که بوده چندش گرنشه باید یک کافی میشه بشن به دیگه میگیم که اون تر با گرنش نمیشه با هم یکیش کرد، ولی که اون تر با کنگه اشتا نداره، ولی که اون تر با گرنش تو نمیتونی برمزن بکنی که میگیم یکی ساعتر نمیشه.
آیا برای همه یکی هم از میشه گذاشتن متشابه؟ جانم؟ میگم یعنی برای همه یکی هم از میشه نارانه متشابه؟ بله، آده نمی دیگه. الان که اون در با کنده شدیه هده، بلی که اون در با کنده شدیه هم نیست. آقا میشه تفریق هم توضیح بدید؟ جان؟ میشه یه تفریق هم توضیح بدید؟ تفریق شما کنیم بیتوره، بسر شما نگاه کن، بسر ما میگیم که پنج A منای دو A. خب این میرس چی میمونه؟ اول ما میگیم که پنج تا کبوتر داریم، دو تا کبوترش بر میداریم، از دو کبوتری میمیره، او میره، او وقت ما چه داری داشت؟ آه سه تا کبوتر. آفرین، این برابر میشه بر ما سه تا داریم، سه تا کبوتر A. آه این چی کردن؟ چون این کبوتر میگنم کبوتر ما میگه پنج تا بوده، دو تا چی بره؟ میشه سه تا. بریم تا این پنج بگیم پنج A منای دو B. بگیم پنج کبوتر داریم، دو تا کبوترش رفت، خب چی میمونه؟ آه کتف سه تا کبوتر. اصلا معنی نداره که بوده رو گندش که مثلا وقتی که بگی پنج که بوده داری دو گندش که شده داری چی؟ آیا این پنج که بوده این برای رو پنج که بوده؟ نه. آیا این از که بوده گندش برداری؟ نه. پس بگیم که این یکی با یکی چون حرفاش مثل هم نیست متشابه نیستن، این از این سارتر نمیشه. اینجا ما رو کبوتر رو کبوترش برداشتیم، اینجا کبوتر رو نیتونی گردش از کبوتر برداریم که بله آقا. بزن من میگم که سه تا سیب دارن منهای دو تا سیبش میبنن، درست شد؟ سه تا سیب دارن، دو سیبش برمیدارن، چه باره میبنن؟ آقا زنده هیچ یا نه، سه تا سیب و دو سیب برداشتن. نه آقا اگم نمیبینیم تار آقا ببینیم به من چه درمیزم رو شد درمیزم بشه آقا این میبینیم میبینیم هفت ازش بزرگتر کنم هفت سیب ایداز منهای سه سیب چرا چی آقا چهار بوده؟ آقا چهار تا سیب میبینیم آقا میشه چهار تا سیب درسته؟ حالا این مثل اینجا هفت تا سیب منهای سه تا پرتقال نه حالا چی؟ نه آقا نمیشه نمیشه چرا نمیشه؟ چون این سیب با سیب متشابه بود این سیب با پرتقال شبیه هم؟ نیست آقا وقتی شبیه هم نیست تو نمیتونی منها رو کنی وقتی من دارم مثلا چهار A منهای دو A دو B چون عین بی شبیه هم نیستن نمیتونیم اینا رو به نام بکنیم بگیم از این ساده تر نمیشه متوجه شدی؟ آقا یعنی هر چی که شبیه به هم نیست نمیشه آقا هر چی که شبیه به هم نیست کاملا درست میگه اونه که شبیه هم نیستن متشابه نیستن آقا تو اونه که متشابه نیستن نمیتونی کار کنی ما جمله ها که متشابه بودی بله نمیدیگه شما جمله ها که نمیتونی ساده کنی که شبیه هم باشه کبوتر با کبوتر به این کبوتر کلاق کنیم چه از اون کم کرد کرد کبوتر کلاق میشه غیر متشابه به این کلاق ها کلاق میشه متشابه متوجه این؟ بله آقا دیگه آقا شعا یه همیشه نازی بدید با جان؟ بله آقا شعا شعا نه اون که من نوشتم فرمونویسی بودا گفتم مثلا شما نگاه کنید مثلا قبلا ما پارسال فرمون اینجوری بود مثلا برای نمونه من نوشتم مثلا ما میگفتیم که مثلا میگفتیم که مساحت مستطیل برابر با طول ضرب در عرض درسته؟ بله اینو ما همیشه به کار میگیم در کلاس سوم چهارم دبستان ما این یاد گرفتیم حالا ما به جای این همه کلمات که دراز بشه بگیم به جای مساحت چی میگیم؟ به جای مساحت از یه حرف استفاده میگیم اس به جای طول از یه حرف استفاده میگیم مثل ایکس به جای عرض از یه حرف دیگه استفاده مثل وای به این هم ضربه گفتیم اینجا میتونیم ضربه را بزنیم میتونیم نزنیم یعنی آقا این دیگه فرق نداره هر چی هم بذاری الان نظرین اشکالی نداره الان این میشه فرمول مساحت مستطیل اینم فرمول مساحت مستطیل مگه تو نبود
خب ما بعدم بودیم کلمات فارسی رو کاری بودیم حالا بخواهیم کلمات فارسی از حروف انگلیسی استفاده میکنیم این میشه کاربرد حروف تو ریاضی یعنی ما بخواهیم هر کلمه تون استفاده کنیم از یه حرف انگلیسی استفاده میکنیم یا مثلا مساحت مساحت دایره میگیم که فرمولش چیه کلمه شعاع ضرب بر دایره کلمه شعاع ضرب بر عرض پی درسته فرمول مساحت دایره رو میگه خب گفتیم در این راه تر باشه به جای کلمه مساحت از حرف اس استفاده میکنیم به جای شعاع از حرف آر استفاده میکنیم به کار خاطر یه حرف جایی کلمه دیگه ضرب بر اسمشون دوباره شعاع حرف آر ضرب بر به جای عدد پی هم میتونید این اصلا سه و چهار درصد هم الان این کلمات فارسی توی به کار نرفته این بهش میگن جر پس با آوردن حروف انگلیسی به جای کلمات میشه جر پس اگه سوال بشن جر چیه دیگه چیه با آوردن حروف انگلیسی به جای کلمات دیگه آه دیگه هیچ من خب انشاءالله که جناب آشمی متوجه درس امروزمون شده باشید خب شده دیگه خب جناب هاشمی تمام نمیدونم چقدر این رفت داریم آیا این تمامی یه لحظه من آقا چقدر این مدت داریم خب ببینید بردم ما بسیار تمامی تیسیم پایش آخری بشون کنم بین آدم ما پاسخ تمرینات فصل دو دقت بفرمایید پاسخ تمرینات فصل دو چون که تو کلاس ما نمیرسیم حل بکنیم از طریق شاد من ارسال کردم خدمتتون حتما به شاد مراجعه کنید و این کلیپ هایی که براتون میفرستیم باز بکنید و استفاده بکنید پس ما درسمون رو تو اسکایروم همینجور تدریس میکنیم ولی حل تمرین و موضوعات این چنینی رو توی شاد انجام بدید حتما به شاد مراجعه بکنید ما احتیاج به شاد داریم نه یک تو کنیم اینجا بیاد این کافی نه کافی نیست دار شما حل تمرینات تو شاد هست من تمرینات اضافه خودم تو شاد برات میفرستم و اون تمرینات که تو شاد میفرستم حتما حل بکنید من این یارو تو امتحان هستم میخوام ها یعنی مطمئن باشید که اون چیزی که من تو شاد برات میفرستم تو امتحان مطرح خواهد شد بنابراین شاد رو فراموش نکنید حتما مراجعه بکنید الان من تمرینات فردی رو کامل تو شاد گذاشتم شما باز کنید و با هر که خودتون انجام دیدین مطابقت بدید ببینید شبیه هم هست یا نیست اگر یه وقتی اشتباهی تو دفترتون حل کردینه حتما شکل درستش رو از توی شاد در بیارید به تو دفتراتون بنویسید بعدی درستان تا اول قصد تمون نشده ایشان جلسه بعد که من اومدم تدریسش کردم و مطلب رو گفتم برای تحریم میکنم که تا کجا بایستی فعالیت کردیم منتها شما اگه صفحات اولش بگم تا 3-4 صفحه اولش تا سر مقدار عرضی بگونم باشه تو با کتاب تو نوشته من کتاب جلوم نیست صفحش رو نمیدونم به این نوشته مقدار عرضی عبارت های جبی تا سر این مطلب ما درس گفتیم شما میتونید فعالیت ها و کارهای کلاس های مربوطش رو ایشالا بررسی بکنید خب امتحان ما این هفته برگزار نمی‌کنیم چون سه‌شنبه تعطیله چون سه‌شنبه تعطیله یه هفته امتحان نداریم انشاءالله ما هفته آینده که اومدیم خدمتتون برای سه‌شنبه بعدی فصل دو رو امتحان می‌گیریم فصل دو سه‌شنبه آینده شد آقای سمایشی هم خدا شد بچه‌های کلاس هفتم عزیز اول با عرض خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار آقای رسپار و شما دوستان عزیز انشاءالله ما داریم دو سیستم راه اندازی میکنیم که آقای رسپار تو طول هفته دو تا کلاس سه زنگی با قولم با شما آنلاین داشته باشه انشاءالله با امید خدا تو طول هفته شما یعنی همین کلاسی که الان آنلاین داشتیم یک کلاس همینجوری دیگه هم آنلاین داریم حالا دیگه اون آقای رسپار تشخیص میده برای اینکه بخواد تدریس کنه رو به اشکال کنه هر کاری بکنه ما کلاس رو بالا بردیم سطحش رو که انشاءالله امید خدا شما دیگه مشکل نداشته باشید دست در ما خیلی نیاز داریم چون ما بعدش از آجو واسه می‌کنیم اگه فرصت داشتیم الان ما هم یه تیمی شروع به کار کردیم باشون ما به دانش آموزان میاریم رو خط ازش سوال می‌کنیم ما می‌خوایم برات نگه همه گفته ما گفت مثلا
گوینده نباشم، بعد بچه هم تو بحث ما شرکت بکنم. ما سه تا کلاس دادنی که داریم، ما دو تا شورت آنلاین کردیم. بقید اگر اینجوری اتفاق بیفته، ما یه جلسهشو میذاریم سوال جواب از بچه ها. یه جلسه ما درس میگیم، یه جلسه سوال جواب ببینیم که بچه ها باید آمادگی داشته باشن بیان کلاس انشاءالله. خب، برحال یه بار یه حضور غیابتون رو من تکمیل بکنم. اونه که غایبان رو میکنم، اگه کسی اومده فقط بگیم من حاضرشو بزنم. حامدپور غایبه، سیاهپور غایبه، سید ابوالفضل موسوی هم غایبه. بعد کلاس هفت دو کورش اکبری رو نداریم، استاد نداریم، باسولی، شبانکاره و امیرعلی محمدی، اینا رو من اینجا نداشتم. بعد دوستان کلاس هفت یکم سید حسین امیری رو نداریم و جناب شکاری ها هردوش و مصابات. خب کورش اکبری چه کلاسی ها هستی؟ کورش اکبری برای من واضحیت میزنم مطابق با تحقیر اومدی، اول نبودی اکبری. امیر حسین باسولی هم از اول نبوده متاسفانه، من حاضر شما رو میزنم به دیر اومدی دیگه. فارسی که بعد از اول بود سید ابوالفضل موسوی، بله سید ابوالفضل هم میگه ظاهرا هست ولی من نمیبینم اشکه. دیگه شاهین محدثی، بله من حاضر شما رو زدم جناب محدثی. خب اونایی که قبلا اسامیشون من خوندم و غایب نبودن، ما یک کار رو کاش نداریم، خسته نباشید، خدایا رو نگهدارتون. اگه بعدی من غایبی رو بخونم، حامدپور، سیاهپور از کلاس هفت سه، هفت دو هم استاد ایوب، ایوب استاد، مجتبی شبانکاره و امیرعلی محمدی، اینا غایبن. هفت یکم سید حسین امیری غایبه. دیگه شکاریزاده، امیر حسین و پارسا، همچنین مصابات. خب دیگه ظاهرا اعلام نمی کنم، دوستان در خطم نیستن، ما هم دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم، خدایا رو نگهدارتون تا دیدار دیگه انشاءالله روز سه‌شنبه که متاسفانه تعطیله، حالا اگه فردا شد که انشاءالله فردا. خب خسته نباشید، خدا حافظ شما.
سلام بچه های عزیز، خسته نباشین، وقتون بخیر. صدا و تصویر دارید دوستان عزیز؟ خواهش میکنم، الان یک خمیسی میرسی خدمتون.